برخلاف پیشبینی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، اعتراضها در این کشور روز پنج شنبه هم ادامه یافت. با وجود نرمش وزیر کشور و رئیس جمهوری نسبت به مطالبات معترضان، لحن آشتی ناپذیر نخست وزیر انگیزه مخالفان برای ادامه حضور در خیابانها را دوچندان کرده است. آقای اردوغان در پایان سفر چهار روزه به شمال آفریقا و در جریان یک نشست خبری به همراه همتای تونسی خود علی الارایز، با تأکید بر تصمیم دولت بر تخریب پارک گزی، سخنان سابقه خود درباره معترضان را تکرار کرد و با اشاره به حمله ماه فوریه به سفارت آمریکا گفت: تأکید می‌کنم که افراط‌گرایان در میان تظاهرکنندگان حضور دارند. افرادی که با تروریسم مرتبطند و همانطور که می‌دانید به سفارت آمریکا در ترکیه حمله شده است. كما تعلمون وقع هجوم الى ضد سفاره امريكيه السفاره الامريكيه في تركيا. در همین حال 150 نفر با حمایت از مطالبات معترضان میدان تقسیم در برابر سفارت آمریکا در آنکارا راهپیمایی کردند. نیروهای پلیس مانع از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به ساختمان سفارت شدند. قرار است آقای اردوغان به محض بازگشت به ترکیه در کنفرانسی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گوید.